عرض ادب احترام دارم خدمت شما همیانان عزیز و ارجمندم. پنجشنبه است، پانل داریم، بخشی رو به شما حتما اختصاص میدیم. میتونید بیا روی خط، نظری دارید با دوستان ارجمند در میان بگذارید. اجازه خیلی سریع از این دست شروع کنم. آقای مهندس محمود وسیق از کابل، از افغانستان، که همه ما خیلی دوستش داریم. درود بر شما. سلام خدمت همه دوستای که در پنل هستن و ضمناً بیننده‌های بسیار زیاد محترم. جای خوشی و سعادت است که باز هم در خدمتشان هستیم و البته از سوالاتی که میکنن در بخش‌های مختلف من بسیار خوشوقت هستم که دوستان بشنون. بیننده‌های بسیار خوب ما هستن و سوالاتشان رو امیدوار هستم پاسخ گفته بتانیم. تشکر، ممنون. در روزی که جاده اتوبان قندهار به کابل 500 کیلومتر دراز شده، توسط طالبان اشغال شده، بعد چفصد برای ناتو و این هیئت‌های ائتلاف که الان سالها اونجا هستند و این هم تای خط دیگه، مثل که رای بعد جز چهار سازش باقی نیست. آقای دکتر ارشادی عزیز، درود بر شما. درود بر شما و بر تمام بینندگان و شنوندگان محترم هر جای دنیا که هستن. با میکروفون صحبت. روزگار شما و همه دیگ. اون ده روزی که در کما بودید، بله، دشت و جنگل و دریا و اینا رو هم دیدید یا نه؟ نه ندیدید؟ نه. بعد این چیاتون نمیاد؟ یعنی سیاهی بود فقط؟ یادم میاد که من داشتم از یه کوهی بالا میرفتم. بس کوه ها دیدید؟ از یه شیب تندی بالا میرفتم و اون برام خیلی سخت بود، ولی هیچ چی دیگه نمیفهمیدم. کسی رو نمیشناختم، هیچ نمیفهمیدم، حرف نمیزدم، هیچ. حالت احساسی چی؟ خوش، ناخوش، چی جوری، چه حالتی داشتی؟ خیلی خوش نبود. خیلی خوش نبود. برخلاف دفعه قبل. ولی عوضش کوهنوردی بلد شدی. بله. از کوه بالا رفت. آشنا، یه درود در شما. خوش آمدید. بینندگان خوب برنامه، تمام پارسی زبانانی که این برنامه رو میشنون، امیدواریم که بتونیم یه بحث جالبی داشته باشیم، یه مقدار اندیشه خودمون رو پرورش بدیم. ممنون. آقای دو تبرانی هم درود بر شما. درود به شما. شما رو ویس کردیم هفته پیش. بله، من شما. انتخابات چی بود؟ مناظره سوم بود دیگه. بله، مناظره سوم. ان شاءالله که مفید بوده و خوش گذشته باشه به شما. خوش مناظره خوشگود من متصادفاً مناظره کمی من مکدرم کرد. چون از این ادبیات که در کارزار انتخاباتی آمریکاست اصلا نمیپسندم این نوع ادبیات رو، نه مفید میدونم برای جامعه و آیندهش، خیلی بد جوری نازل شده. امیدوارم که نتیجهش مفید باشه برای مملکت و برای دنیا. امیدوارم. تشکر، ممنون. از این کاری که یونسکو کرد این دو روز، یه هفته اخیر، و اصلا حیرت انگیزه. همینو فکر کنید، کمیته، اسمش از کمیته میراث جهانی یونسکو، یعنی نهاد فرهنگی سازمان ملل، که میشینه بررسی میکنه مثلا نقش جهان در ایران رو، تخت جمشید رو، بناهای تاریخی رو، بعد در تمام دنیا. این دیگه میشه میراث جهانی. مثل آدم ها مولوی که دیگه به ما تعلق نداره، تمام دنیا تعلق. شکسپیر همینطور، ادیسون آمریکایی است ولی مال همه دنیاست، تسلا همینجور، فرق نمیکنه. یک بالاخره یه اماکنی در دنیا هستن که نمادهای به اصطلاح فعالیت ها و تلاش ها و مساعی بشرند برای تکوین تکوین تمدن و مدنیت. یک اون چیزی که در اورشلیم گذشته دیگه، مال همه است. اینا گفتن نه، مال یهودی ها نیست. نه تاریخ رو میشناسن، نه اونجا رو میشناسن. این جالبه و نشون میده که چقدر پول مؤثر شده در نهادهای بین المللی. نشون میده که هنوز اندر خمه یک کوچه ایم. اندر خمه یک کوچه ما به جای نرسیدیم. آقای دکتر بیات عزیز، درود بر شما، خوش آمدید. درود بر شما جناب میبودی، دوستان نازنینم اینجا، هم میهنان و هم زبانانمون هر کجای دنیا که هستند. من به دنیا که اومدم تا لااقل 5-6 سالگی، روز چهارم آبان پدرم منو میبرد توی خیابونا، کوچه ها، همه جا چراغونی بود و میوه و شیرینی پخش میشد. تا تولد شاه فقید. و من فکر میکردم که همه برای منه. تا اینکه بله، تا اینکه آهسته آهسته خب عقلم بیشتر شد و فهمیدم برای روانشاد محمد رضا شاه پهلوی، بله، چهار آبان به دنیا اومدم و خب شاید مناسبت هم داره که
من زادروز یکی از این شخصیت‌های تاریخی مملکت ما که مطمئن هستم در آینده نامش به نیکی یاد خواهد شد، گرچه خب هر حکومتی نقص‌هایی همیشه داره، و این شخصیت و روانشاد رضا شاه ایران رو از یک زندگی دوران قاجار خارج کردند و ما رو واقعا خیلی سبب پیشرفت مملکت شدند. امیدوار هستم که مجدداً ایران ما به قانونمندی برگرده، به سرزمین قانون و ارزش انسانی، و در این حدی که دزدی و تقلب و فساد مملکت رو گرفته، شکست اقتصادی، شکست فرهنگی و بی‌عدالتی، اینها همه از بین بره. خیلی متشکرم. ممنونم. یه سوال دارم. اولشون انتخابات آمریکاست دیگه. تا حالا مناظره ها رو دیدید، خبرها رو گوش کردید، کلی جنجال به پا شده، مجموع اظهار نظرها، و بالاخره به این نقطه رسیدیم که امروز روز حتی در بسیاری از نقاط آمریکا هم که انتخابات پیش از انجام شده، حتی میشه الان برآورد کرد که کدام یک جلوه. من کاری به این ندارم، فقط میخوام از شما بپرسم در یک کلمه میپرسم، ترامپ یا هیلری نظرتونه بدید؟ آقای وسیع، ترامپ یا هیلری؟ من بیشتر به طرفدار هیلری هستم. آقای دکتر ترامپ. کی؟ ترامپ. آقای شاهنیا، کاش میتونستم بگم هیچ کدوم، چون واقعا هیچ کدوم. اما کدوم هیچ کدوم ترجیح نمیدی؟ با هیلری لاغه میدونیم چی داریم میگیریم، با ترامپ خیلی آنه. آقای دکتر ابراهیمی، امریکا احتیاج داره که یه مقابل طرف راست بچرد. ترامپ. بنابراین ترامپ. آقای دکتر بیاض، جناب بودی، من نظرمو درباره اینکه به کی رأی خواهم داد نمیتونم با دیگران در میان بگذارم، خیلی خصوصیه دیگه. ولی جالبه که وقتی هموطنان یهودی ما به سمت، البته در بسیاری از یهودیان در جهان، این بار خیلی به سمت جمهوری خواهان هستن، همینطوره نیست؟ به طور تاریخی یهودیای امریکا اکثر دموکرات بودن، حتی در دوران روزولت، با وجود اینکه روزولت به هیچ وجه به مشکل یهودیای اروپا کمک نکرد و حتی بعداً در تاریخ به عنوان یک انتای سمایت ازش اسم بردن، در این حال 94% یهودیای امریکا به دموکرات‌ها رأی دادن و گردش امریکا یهودیای در امریکا اغلب به طرف چپ بوده، هنوزم در مجموع هستش. ولی واقع بینانه اگر فکر بکنیم، این مثل کشتی که یه مقدار زیادی به یه طرف بره ممکنه براش خطر ایجاد بشه. خوبی سیاست امریکا این تغییراتی است که این تعادل رو برقرار میکنه. من اعتقاد دارم که امریکا در مجموع مقدار زیادی به چپ رفته و برای اینکه بعدش بهتر بشه باید تعادلش اینه که به طرف راست یه مقدار برگرده. خب بس من به هیچ وجه با تمام افکار نه دموکرات ها و تمام افکار ریپابلیکن ها موافق نیستم. در هر کدومشون چیزای خوبی میبینم که دوست دارم و چیزایی میبینم که ازش خیلی بدم میاد. مثلا نمونه این که من در مسئله داشتن اسلحه در امریکا، من با افکار ریپابلیکن به هیچ موافقت ندارم، به هیچ وجه، و فکر میکنم فکر غلطیه و تبلیغ خیلی غلطی میکنه. ولی در مجموع دموکرات ها در این 8 سال گذشته برای امریکا در دنیا اعتباری کسب نکردن و این از نظر من به عنوان ایرانی هم مفید برای ما نبود. میدونی من از صدها نفر نظرسنجی کردم، از صدها تن، اغلب شعره های معروف جامعه اونها رو میشناسه، اسم شما تو این لیست مونده در مورد مناظره سوم. آقای ابراهیم چند میدید به مناظره سوم؟ از 1 تا 20 تا. به کی؟ به ترامپ چند میدید؟ به هیلری؟ به عنوان فقط یه مناظره، به عنوان یه مناظره بکنم، ترامپ اپرهند داشت. چند؟ مثلا 12-8 در این حال. 12-8. شما چرا؟ به عنوان یک شوی تلویزیونی 20 میدم بهش، چون واقعا خیلی به ترامپ به عنوان یک شوی تلویزیونی، ولی به عنوان مناظره یک پرزیدنت یک کشور قدرتمند جهان واقعا درجه بسیار پایینی بود. با اون رفتاری که بین دو نفر پیش اومد، من واقعا بین 1 تا 10 بله. شاید 2 بله. به هر دو به خاطر رفتار و بله. اندیشه که نشون دادن. آقای دکتر ارشاد، شما چی چند میدی؟ دکتر ارشادی که 0 و 20. من اون 0 و 20 هم اول نشد، ببینید. درسته که امریکا به ما همه چیز داده، ما رو راه داده، اجازه کار داده بهمون، تساوی حقوق بهمون داده، همه اینا، ولی به عنوان یه ایرانی نباید فراموش بکنیم که دموکرات ها همیشه برخلاف، بر ضد ایران بودن. اولین کسی که شروع کرد جورج وال بود،
که گفت رژیم ایران باید عوض بشه. و بعد خمینی آوردن ایران، امریکایی آوردن. شما اگه یادتون باشه بعد کندی رئیس جمهور شد، شاه براش تلگراف تبریک فرستاد و 3 ماه طول کشید تا اون جواب داد. همیشه مخالف بودن با ایران به این دلیله. ببینیم کلاس اول میدونید همیشه یه معلم داشت، 2-3 معلم داشت. یه معلم که همه دروس رو یاد میداد به بچه ها، معمولا خواندن نوشتن. اگر هیلری شاگرد کلاس اول بود، آقای دکتر شادی معلمش بود، هیچ وقت به کلاس دوم را نمیدونه، چون همه صفر میگرد. برای که هرگز به کلاس دوم نمیره. آقای ببودی ایشون یک حرف راست نمیزنه. آخرین چیزی که ازشون پیدا کردن میدونید، در سال 1975 یه مرد 40 ساله یه دختر 12 ساله رو ریپ کرد و کتکی زد خیلی شدید. ایشون هم وکیلش بود. ایشون وکیلش بود. وکیل تسخیری بود. ایشون وکیلش بود و بهانه هایی که آورده بود، من نمیخوام بهانه هاش ذکر بکنم، واقعا خیلی مستبدانه و خودرأی بود. و اون ریپیست رو فقط 2 ماه زندانیش کردن. خب ببینم وکیل تسخیری بوده، خودش که انتخاب نکرد. آقای وست شما چه نمره‌ای میدید؟ من البته با در نظر داشته نظر دوستا که در پنل یاد کردن، ای کاش هر دو کاندیدای بسیار خوبتر می بود، در وقت انتخاب خوبتر کردن میتونستیم. من منتها در شرایط فعلی ما 12 برای کلینتون، خانم کلینتون، و 10 برای 12 به 10. بله 12. با یه کار خوبی که کردم این چند روز اخیر، این افتتاح این بنای فوق العاده زیباست، شبیه مشعل در سان دیگو در شیلی، خیلی جالب، فوق العاده زیبا بود. چه تعداد رفتن روز اول؟ بله. بازدید جناب میبودی این هفته، بله این هفته قبل بود و 5,000 نفر با تقاضا، عده زیادی تقاضا کرده بودن، ولی در اونجا بیشتر از 5,000 نفر نمیتونستند برای این مراسم بپذیرند. رئیس جمهور هم رفته بود. بله رئیس جمهور، شهردار، و بعد من عکس‌های زیادی دیدم از افراد محلی و بومی با لباس‌های رنگارنگ از سراسر آمریکای جنوبی و آمریکای مرکزی. چقدر جالب. خیلی جالب. خیلی زیباست. بله. فوق‌العاده. فوق‌العاده. خب دوستان ارجمند، قرار بود هفته پیش موضوع سرنوشت رو با شما در میان بگذاریم. اول از دید علمی قضیه رو نگاه بکنیم. همه ما تو هر سلولمون یه قرقره هست، اسمش دی این ایه. و به موقع مشخصه های حیاتی ما رو این به اصطلاح قرقره دونه به دونه پیشا پیش تعیین شد. این از دید علمی. بخواهم ببینم که آیا مذاهب یا ادیان درباره سرنوشت چی فکر کردن؟ زوروانی ها که گفتن همه زندگی ما سر تا پا سرنوشته، خود ما دخالتی نداریم. و حتی هست در بسیاری از ضرب المثل ها که میگن جز به اراده خدا هیچ برگی از درختی نمیفته. آقای بسیار بفرمایید شما. سرنوشت واقعا بحث خوبی است. البته باید تذکر بتونم مطلب را که شما یاد کردین یک آیه است در قرآن کریم که مؤمنین برش معتقد هستند که ولا تسقط من ورقت الا یعلمها، یعنی یک برگ از درخت نمیفته پایین مگر او میدانه. که البته من فکر میکنم مؤمنین هر دیانت به یقیده هستند که علم خدا چیزی است و خواست خدا چیز دیگه است. علم خدا، بله خداوند علم داره. من به می آیه کاملا خب مسلمن برش معتقد هستم که در قرآن کریم هست، ولی من برداشته من فرق میکنه برای از این که او علم خداوند است. یعنی خدا علم داره. همینطور که یاد میکنیم که امنیشنت، یعنی علمش مکمل هست، به همه چیز آگاه هست، دانا هستند. بله، اما به این معنا من فکر نمی کنم که ما یک موجودی هستیم که کاملا خدا سرنوشت ما را تعیین کرده و به هیچ وجه ما نمیتونیم از او تخطی بکنیم. من شخصا به یقین هستم که ما انسان ها موجود آزاد هستیم و آزاد
عمل میکنیم به مو خاطر یک موجود هستیم که مسئول هستیم پیش خداوند. چرا اگر آزادی نمی داشتیم مسئول نمی بودیم پیش خداوند. بس اوقات دوستای که میکنم در این مورد سرنوشت اینا سوال میکنن که خب فردن یک کسی را میکشه، خب اگر سرنوشتش تعیین شده او تغییر نمیخوره، ممکن نیست تغییر بخوره، پس او انسان بیچاره محکوم است. وقت حتما باید قتل بکنه. وقت قتل بکنه چرا مسئول است پیش خدا؟ من میگم نه، خدا میفهمه، علم داره که انسان همچو اعمال در چنین حالات انجام میده، علم داره برش، اما خدا او را امر نکرده، خدا او را تعیین نکرده. کاملا ما به یقین هستم در مورد سرنوشت، اما ما انسان ها موجود آزادی هستیم که آزاد عمل بکنیم، به می خاطر ما پیش خداوند مسئول هستیم. تشکر. این چوبار دی ان ای ما، یعنی مشخص های موروثی ما، دو متر به این جهات غیر غیرش میکنن که جا بگیره دیگه. تمام سلول های ما هست، یه نخ موی ما رو بکنید میتونید بررسی بکنید، دی ان ایشو استخراج بکنید، میدونید ما چه مشخص هایی داریم. آقای دکتر ارشادی، سرنوشت اعتقاد دارید شما اصلا به سرنوشت؟ کتاب انجیل میگه خدا انسان رو آفرید و اونها رو آزاد آفرید. خدا گفت که از این راه اگه بری این پاداشته، از اون راه اگه بری این پاداشته. ولی خدا دخالت تعیین سرنوشت نداشت، آزاد آفرید، اون به دست خود ماست. البته جواب 100% نمیشه به این مسئله داد. کسی مثل خیام میگه می خوردن من حق ازل میدانست، گر می نخورم علم خدا جهل بود. اون 100%. ولی سرنوشت هر کسی به دست خودشه، به دست خودش، خودش میتونه تعیین بکنه چه کار بکنه چه کار نکنه، منتها باید بدونه که در برابر یه نفر، یعنی هیچ از پیش تعیین شده وجود نداره، از پیش تعیین شده. من پس این دی ان ای چیه؟ اون این چیه؟ ثبت فیزیولوژیکی که بدن میگن آقا شما سرطان گرفتید، این سرطان رو از پیشینیان خودت داری، اونا به تو منتقل کردن، در نهاد تو بوده. اینکه شما افسرده، این افسردگی رو از گذشته گرفتی، از گذشتگان خودت، اینا چیه؟ ثبت فیزیولوژیکی بدن انسانه. خب تو سرنوشت آدم موثر نیست؟ من فکر نمی کنم. فکر نمی کنی؟ من فکر نمی کنم، برای که خدا انسان آزاد آفرید. یک آدمی که فلج به دنیا میاد یا علیل، همه اندازه اختیار داره از نظر جنب و جوش و حرکت و تلاش و سعی که بقیه، که آدم های سال خودش میتونه تعیین بکنه. الان خیلی هستن که با یه دست به دنیا میان، با یه دست کوچولو، و مثل یه آدم کاملا سالم رفتار میکنن. اون رفتار رو دست خودشونه، با اراده خودشونه. همون اون که میفرمید با یک دست کوچولو به دنیا میان، اون جز سرنوشتش هست یا نیست؟ اینو میخوام من بدونم. اون تقدیرش هست، عیب فیزیولوژی که پدر مادرش بودن، اون دست خودش نیست. خب ببینید، همین که میگه دست خودش نیست دیگه، اون ببینید اون نتیجه عیب فیزیولوژیکی بدنه. آچانگ این موضوع سرنوشت واقعا میتونه بحث خطرناکی باشه، چون اگر ما به عقیده بر این باشه که خداوند همه چیز رو میدونه و خداونده که طراحی کرده و همه چیز با علم و دانش خداونده، پس تمام این بیچاره هایی که در کشورهای فقیر جهان به دنیا میان و از کودکی میدونیم با چه وضعی، با گرسنگی باید بجنگن، برای چند ماه بعدم از گرسنگی در دست مادرانشون بمیرن، خاص خدا. این تایفون یا این طوفان های دریایی که میاد خاص خداست، زلزله که میاد خرابی به باش میاد خاص خداست. تنش این به نظر من بحث بسیار غلطیه. سرنوشت یک مقداری از چیزی که شاید ما بهش میگیم سرنوشت، اتفاقاتی که ما درش تأثیری نداریم، اتفاقات طبیعی. شما بحث دی ان ای میکنید، بعضی وقتا این دی ان ام خراب در میاد و یک کودکی فلج یا به طور عادی به دنیا میاد. این اتفاقات طبیعته، ربطی به سرنوشت نداره، و همونطوری که گفتین واقعا کنترلی هم انسان ها در اون ندارن. ولی کاری که انسان ها میتونن بکنن و کاری که
ایدولوژی اصیل ایرانیان مزدای اسنایی بهش باور داره اینه که ما تا حد بسیار زیادی تا اونجا که میتونیم کنترل بکنیم کنترل سرنوشت خودمون رو داریم و با علم و دانش و خردگرایی و انسان دوستی میتونیم این سرنوشت رو بهتر و بهتر بکنیم. تشکر. آقای دکتر ابراهیمیان. بحث بسیار بسیار جالبی، خیلی مهمه. من هم از نظر علمی، من هم از نظر مذهبی به این مسئله جواب خواهم داد تا حدی که توانایی داشته باشم. دانش ما تا در حدود کمتر از 30 سال پیش خیلی محدود بود در مورد این سرنوشت. الان خیلی بهتر میدونیم صحبت بکنیم. از نظر علمی دانشی که در 2003 تکمیل شد نشون داد که همه ما از 3 بیلیون قطعه اطلاعات ژنتیک درست شدیم که جنوم بدن هستش که در 2003 کشف شده. اگه اینا رو بغل هم بچینیم معادل با 66 انسیکلوپدیای بریتانیکاس، تمام مجموعه هاش، و اینها از یک حروفی به نام A C T و G درست شدن که بغل هم چیده شدن، ردیفی که با هم هستن A C T G G D T C بغل هم هستن. و اگر یک دونه از این 3 بیلیون قطعه اطلاعات جا به جا بشه سرنوشت ما عوض میشه، بیماری هایی میگیریم ممکنه که اشکال پیدا بکنه. توانایی که در حال حاضر بشر پیدا کرده و این چیزیست که وقتی بهش توجه میکنیم مغز را از جا تکون میده اینه که بشر میتونه اطلاعات ژنتیک هر کسی رو امروز تعیین بکنه و با اطلاعات کامپیوتری که وجود داره این کار خیلی ساده تر شده. قبلا عملا یه کار عظیمی بود که بخوای جنوم یک کسی رو پیدا بکنی، ولی الان میتونه پیدا بکنه و میتونه بگه ایرادش کجاست. کسانی هستن که اگر یکی از این قطعات اطلاعاتی ژنتیکی جا به جا بشه این بیماری روانی خاصی رو میگیره در بعضی خانواده ها هستش. اینها تحت یه تأثیرات ژنتیکی از نسل به نسل میرسه که بهش میگن در حقیقت ژنتیکه که واقعا قابل حسابه. عوامل محیطی روی ژنتیک انسان اثر میذاره و این عوامل محیطی ممکنه چیزی رو چیکار بکنه، تغییر بده، و این تغییرات محیطی ممکنه که این فرد را عوض بکنه و یه آدم دیگه، موجود دیگه ازش درست بکنه. اینه که به طور علمی که خلاصه بخوام بکنم، خیلی خیلی خلاصه، این هستش که ژنتیک انسان سرنوشت ساز انسان هستش به مقدار کاملا خیلی وسیع. در ضمن محیط و انوایرومنت، فقط نه با این را انوایرومنت آب و هوا، همه عوامل محیطی درسته. در این ژنتیک انسان میتونه اثر داشته باشه. تربیت و کالچر در سرنوشت انسان اثر میتونه داشته باشه. شما میتونین بچهای دو تا بچه دوقلوی مشابه را در دو تا دنیا تربیت بکنین با بیولوژی مشابه با هم، ولی محیط مختلف و تربیت مختلف و دو تا موجود دیگه درست بکنین که راههای مختلف در ذهن بج بگیرن. در ضمن اتفاقاتی در دنیا میفته، مثل اکسپوژور مثلا به بمب، به عوامل خیلی مهمی که میتونه در آن واحد ژنتیک انسان را تغییر بده. این یعنی نقطه علمی هستش. زیبایی که در حال حاضر ما داریم در علم اینه که ما به کنه این ساختمان ژنتیک بشر دست پیدا کردیم و عملا میتونن و میکنن در حال حاضر که میخوان ژنتیک رو عوض بکنن و اون ایراد رو پیدا بکنن و حل بکنن و به احتمال قوی در طول در 30-40-50 سال آینده بعضی ها میتونن ژنتیکشون اصلاح بکنن که در حال حاضر قدم های مهمی در حال برگشته شده. اگه به طور کلی صحبت بکنیم، سیستمی که من خیلی دوست دارم همیشه توضیح بدم اینه که در کارچیر ایران یه بازی ما داریم و اون بازی شش بشه، تخته است. زندگی انسان خیلی شبیه تخته نرده، نه شطرنج. برای اینکه شما این مهره ها رو که میندازین دو تا رقم میاد، بازی کردن این مهره ها به دست شماست. شما میتونید مهره ها رو چند جور مختلف بازی کنید. اینه که شما در ساختن آتی خودتون کاملا ذمه خل هستید. از نقطه نظر مذهبی یهودیت اعتقاد داره که دنیا به یک جوری که خلق شده آزادی وجود داره. خدا عملا با جمله‌ای که به هیچ وجه نمیشه گفت تعبیر مختلفی داره، در تورات به شما میگه من خوب و بد و همه چی به شما دادم،
ولی به شما بگم خوبه رو انتخاب کنی، یعنی به حق انتخاب به انسان داده شده، ولی انتخاب ما علاقه رو توانی نیست. من میتونم انتخاب بکنم و هر کاری دارم بخواد بکنم، امروز دارم در مریخ زندگی بکنم، حدودی داره. در یک محدوده تصمیمات ما در سرنوشت ما دخالت داره. اگر شما زمینی رو، خونه ای رو در یه جایی که زلزله خیزه بگیری بدوری، احتمال داره زلزله بیاد خونه تون خراب بکنه. نه تقصیر خداست، نه تقصیر قرآنه، نه تقصیر توراته، کاری به این کارا نداره. این دانش شماست که دانشتون ازش استفاده نکرده. تشکر، ممنونم. بنابراین همیانانم، بنابراین اون چیزی که تو این لحظه آموختی این که علم قادر در آینده، مهندسی ژن قادره که ژن شما رو دستکاری بکنه، ژن معیوب رو اخراج بکنه، چون ژن خوب بکاره. این کار از این بر میاد، از دین بر نمیاد. بنابراین وظیفه دین و علم هر دو اینه که در کنار هم فروتنان زندگی کنن. متاسفانه ما به دوره‌ای رسیدیم که یک جنگ بزرگی که مذهبی در کل خاورمیانه علیه علم شروع شد، علیه علم و دانش، و این خطرناکه. من یک جمله اضافه بکنم در تایید فرمایشات شما. این خیانت ضد مذهبه که شما با علم مخالفت بکنید. مخالفت با علم بزرگترین گناهی است که انسان که اعتقاد مذهبی داره میتونه انجام بده. برای اینکه علم رو در این جهان به هر شکلی وجود داشته و ما مجبوریم یاد بگیریم و ازش استفاده بکنیم. و خدای شکر یهودیت هیچ گونه محدوده‌ای، هیچ گونه ایرادی، هیچ گونه اشکالی در پیشرفت علم قائل نیست. تشکر آقای دکتر قاسم بیات عزیز، تولدشون هم مبارک. متشکرم. از گفته های دوستان عزیزم دور میز خیلی لذت بردم، با بسیاری از اونها من کاملا موافق هستم. در آثار آیین بهایی ما میخونیم که خداوند هر یک از ما رو، من ابتدا از دید مذهبی راجع به موضوع صحبت میکنم، هر یک از ما رو با یک مقداری توان خلق کرده. این مقدار توان به یک عبارتی همون جنتیکس ما هست و خصوصیاتی هست که ما با اون زاده میشیم. و از اونجایی که با مقدار توان به این عالم اومدیم، به ما هم میگه که این توان برای افراد مختلف فرق میکنه. در نتیجه من میدونم با برادرم، با خواهرم، با دوستانم و با دیگران اختلافاتی دارم از نظر توانی که خداوند به ما داده. بعد از ما میخواد که اون توانی رو که داریم ازش استفاده درست بکنیم. پس هر کس این در بازی کارد، در بازی کارد میگن که هر کس یک دستی داره، باید با اون دستش کار کنه. اونم یک نوع تعبیری هست براش. پس هر یک از ماها با یک توانی به این عالم میاییم که باید اون توان هم همه با هم دیگه فرق داره. منتها مهم این هست که هر کدوم از ما از اون توانی که داریم چگونه بهره ببریم و چگونه استفاده بکنیم. و در آیین بهایی مراحلی رو که دوستانم گفتن دونه به دونه ذکر میشه. یکی اون توانی که ما باهاش به دنیا اومدیم، یکی اثرات محیط، اثرات تربیت، خانواده و همه اینها به عنوان دونه دونه ذکر میشه که اثر داره روی نتیجه ما. فرض بر این هست در آیین بهایی که ماها با اختیار نسبی خلق شدیم، نه اختیار مطلق، اختیار نسبی. یعنی یک چیزهایی در حد توانایی ماست که اونها رو انجام بدیم، یک چیزهایی نیست. بسیاری از این توانایی ها روز به روز داره بیشتر میشه به دلیل اکتشافاتی که داره پیدا میشه، اختراعاتی که پیدا میشه. مثلا انسان نمیتونست پرواز بکنه، حالا پرواز میکنه. زیر آب نمیتونست بره، حالا میره. فواصل دور رو نمیتونست بشنوه، حالا میشنوه. فواصل رو بنابراین روز به روز این اختیار نسبی ما داره بهتر و بهتر میشه. خب اگر ما چنین موجودی هستیم که با اختیار نسبی خلق شدیم، این پروردگار، چون در آیین بهایی واژه پروردگار همیشه برای خداوند به کار میره، این پروردگار ما رو می آموزه. منتها اختیار از ماست که آیا این آموزش رو بپذیریم یا نپذیریم. تا حدی که اون آموزش رو میپذیریم و از توانی که در اختیار ما گذاشته شده بهره میگیریم، ما میتونیم راه خوب رو جلو بریم، و تا حدی که نتونیم نمیدونیم. بعد با یک تمثیل که اراده الهی هم در این وسط وجود داره، چون ما معتقد هستیم که خداوند این خلقت خودش رو داره به یک مسیری میبره. در تمثیل درست مثل این هست که یک باد در جریان هست، مثلا از شمال به جنوب. یک کشتیران میتونه
در مسیر شمال به جنوب، به شمال شرقی و جنوب شرقی و شمال غربی هم حرکت بکنه، ولی یک طیف داره. اون طیفی هست که ماها از اختیار فردیمون استفاده میکنیم و در اون مسیر حرکت میکنیم، ولی خداوند این عالم رو با یک برنامه‌ای خلق کرده. اون توانی رو که عرض کردم در همه خلقت به عنوان قوانینی هست که خداوند خلق کرده، با خلقت قوانینی هست که در وجود ماست. بنابراین نقش ما به عنوان انسان این هست که اون توانی رو که بهمون داده در راهی که خداوند پروردگار به ما آموزش میده به کار ببریم که سبب خوشبختی خودمون و دیگران بشیم. تشکر میکنم. بنابراین انسان ناخدا این کشیست دیگه. بله. خب برنامه رو وی میگیریم. همیانان عزیزم، بحثای جالبی شنیدید همه. شما میتونید در شرکت بکنید. تازه میتونید بری روی فیسبوک ما. دیگه واقعا این فیسبوک رسمیه از طرف رادیو همراه. خواهش میکنم صفحه اول نشون میده آقای. این صفحه، آره صفحه اول نشون میتونید شما برید عضو بشید. اون بالاییه، بالایی عریضا می آها. شما اینه نگاه کنید نوشته حتما رادیو همراه. عقارب رادیو همراه رو میبینید اون بالا. اونم که تشریف ببرید و برنامه ها آرشیو میشه. شخصیت هایی که در این برنامه حضور دارن هر بار. و الان می نظرسنجی داریم، بریم از مردم میپرسیم که در یک جمله و بگید که نگاه شما به عشق چیه، چه تعریفی از عشق دارید. به نظرم خیلی مهمه. همین تعریف ساده و مختصر نشون میده که نگاه شما به زندگی چیه. یه نگاه مایوسانه است. مثلا من جمله دیدم خیلی برام جالب بود، عشق اکسیزوفرنیست، یعنی اینو بیماری روانی است. عجیبم نیست بو علی سینا میگه که عشق مالی خولیاست، اون رو در زمره بیماری ها قلم داد میکنه که باید مداوا بشه. یعنی خواهم بگم که شما حرف عجیبی هم نزدن. و بقیه هموطنان عزیزی که برخی از اینها انقدر همین یک جمله به ذات شعر نزدیک میشه، یه فوق العاده. شما میتونید زنگ بیاید رو فیسبوک عضو بشید همیهنانم. خب فردوسی هم منتشر شد. بیاید تیتر فردوسی هم جالبه. کالای انتخاباتی آمریکا چی بوده؟ تهمت و افترا و پرونده سازی و ساسه. واقعا حقیقته. ولی خوشبختانه همچه که منازم فهمونی در جامعه ما گرچه اختلاف زیاده، خود این کارزار انتخاباتی شکاف انداخته، ولی هموطنان ما ادبیاتش رو تغییر نکرده. یعنی وارد این مباحث و از این پرونده سازی ها نشدن، خیلی معقول میان. الان من هفته هاست دارم نظرسنجی میکنم. دیروزم آقای دکتر هولاکویی نظرسنجی میکرد دو تا دو ساعت و واقعا مردم در نهایت ادب و متانه. طرفداران ترامپ حتی تعداد شروع خیلی زیاده در بین ایرانی ها. برمیگردیم منزل بعد دقایقی با شما خواهیم. درود بر شما. فرمایید. درود بر جناب میبودی بزرگ مرد سخن. قربان شما، در خدمتتونم. سلام به دوستان تک تک. جناب میبودی من یک سوال داشتم قربان. این که این معجزه که حضرت موسی عصاشو مینداخت اجزاها میشد، یا مسیح مرده زنده میکرد، یا رسول اکرم شق القمر کرد، این خواستم یه توضیح این دوستان بدم، خیلی ممنون میشم. تشکر میکنم. سوال خیلی سخت کردی، تو خیلی سخت. درود بر شما. میفرمایید. درود بر شما آقای میبودی. قربان خدمت دوستان عزیز، مخصوصا این آقای وسیق که من واقعا میبینمش کیف میکنم. آقای میبودی قربان شما، همشون عزیزن. و تولد آقای بیات و رضا شاه، هر کی که 4 آبان هم به دنیا اومده تبریک میگم. قربان شما. بفرمایید. میبودی خواستم بگم که ما تو دنیای زندگی میکنیم که همیشه در حال تغییره، یعنی ولی این تغییر در چارچوبیه که تو یه فرمولیه، یعنی از اون فرمول نمیشه خارج شد. و اون فرمول رو ما یا میتونیم سرنوشت بذاریم، یا میتونیم هر چی که دوست داریم بذاریم، یا خدا اینو چیز کرده. خلاصه یه فرمول خاصیه. و اگه کسی بخواد به چشم تقدیر به این دنیا نگاه کنه، جوابای سوالا رو یا باید با خرافات بده یا با زور. و به نظر من وقتی که دنیای ما در حال تغییره، شما مثلا در زمینه علم مگه نگاه کنید، نیوتن اومد قانون جاذبه رو نوشت، کوانتوم اومد یه ذره تغییرش داد، انیشتن اصلا اومد زیر و روش کرد. یعنی این تغییرم نسبت به فرمولایی هستش که ما به دست میاریم. و اگه واقعا، یعنی من عقیده دارم که نه معجزه‌ای میتونه اتفاق بیفته اینجا و نه کسی بد ببینه،
یعنی هر چی هست به دست خودمونه و در چارچوب همین فرمولاست. خیلی ممنون. داش از کجا زنگ میزنید؟ من مزاحم همیشگی از تمام میوود یکی از طرفدارای لس آنجلس. الله جانت. قربانت عزیزم. ممنونم. فوق العاده. فوق العاده. این طرز فکر بچهای من چقدر باز شده. اصلا درود بر شما بفرمایید. جناب عابد میبودی درود بر شما. درود بر حضرت عالی بفرمایید. قربان شما. میگم این دوستانی که دعوت کردین ماشاءالله از همه از هر کدوم از هر دینی هیچ همه ماشاءالله مبرا و خوب و تمام دینا خوبن، ولی دین یه چیز شخصیه. یعنی از 5 نفر مثلا مسیحی 5 جور از خود کتاب مسیح برداشت میکنن. اسلام که از 5 نفر 10 مدل برداشت میکنن از اون کتاب قرآن. یعنی دین یه چیز شخصیه، هر کس میتونه با سلیقه و عقاید خودش یه جوری برای خودش این دین رو ترسیم کنه. یعنی در مثلا شیعه هر کدوم از این شیعه یه جوری فتوا میدن، یعنی هر کس به عقیده خودش به سلیقه خودش اگه خماره حالش خوبه هر لحظه تغییر میکنه، ولی هر کسی فرق نمیکنه دین چی باشه، همه دیگه در واقع هر کس اون چیزی رو که تصور میکنه فکر میکنه درست فکر میکنه و برای همین باید گذاشت کنار از حکومت. این جریان رو خیلی تشکر، ممنونم از شما. سپاسگزارم. یک فرمودید تو اسلام 10 رقم. نه متاسفانه کافیست به سوریه نگاه کنید، ما 1000 گروه داریم. مفهوم میشینی که 1000 خانش و قرائت از اسلام وجود داره، تازه توی منطقه کوچک. وای با حالا حالا تمام جهان اسلام. درود بر شما بفرمایید. الو بفرمایید. قربان روز شما بخیر. روز حضرت عالی هم بخیر. بفرمایید. میگویی من از شرق آمریکا تلفن میزنم. فرامی هستم. آقای فرامی عزیز لطف میکنید بفرمایید. عرض کنم که یک نکته بسیار میشه دقت کرد توجه کرد و اون این که طبق توصیه مذهبیون، بله، مذاهب مهم به طور کلی، بله، طبق توصیه مذهبیون عشورت اعلی، بله، مذهب هرگز از بین نمیره و همزمان همسو با پیشرفت‌های علمی هم جلو میره. یعنی اصولا وظیفه زن رو در خانه معین کردن که بچه ها تربیت بشن، جامعه خوبی باشه، انسانهای خوب به وجود بیان. این کار زنه و من تایید میکنم این کارشون. منتها در مورد خانم کلینتون ایشون شانس چندانی نداره برای انتخاب شدن، چون میخوان اول قدرت ها مذاهب باشن، میخوان تقویت بشن و باشن. حتما روز شما بخیر جان. ممنونم تشکر میکنم. آخرین تلفن دیگه زنگ نزنید ببینیم دوستان چی میگن. درود بر شما بفرمایید. سلام عرض کردم به شما و مهمونای عزیزتون. قربان شما. سلام بر شما. چرا میبودی از مهموناتون سوال کنم که بپرسم که چرا هر چقدر علم پیشرفت میکنه فاصلهش با دین چیز میشه، بیشتر میشه. یعنی اول به صورت فقط تک خطی بود، دین حرف برای گفتن داشت، یواش یواش هرچی علم پیشرفت کرد این یواش یواش حالت موازی پیدا کرد، ولی الان دیگه داره کاملا هرچی علم پیشرفت میکنه فاصلهش از این خط ها از هم دیگه جدا میشه. همونطور که اون مهمون گوینده یا تماشا که اولتون پرسیدن مثلا همون معجزه مار و اینا اصلا با علم جور در نمیاد. بخواستم ببینم مهمونای شما در این مورد چی میگن. متشکرم. ممنون. تشکر. شب خوبی برای همتون آرزو میکنم. تشکر میکنم. خب دوستان از آقای دکتر بیاد بفرمایید. خیلی متشکرم. به دو تا از این سوال ها من پاسخ میدم. دوست عزیز، یکی از دوستان عزیز فرمودند که این دین که بیاد سبب اشکالات و اختلافات میشه. کاملا درسته. ادیان اگر ازشون سوء استفاده بشه دقیقا همون اتفاق میفته و من این رو میخوام توصیه بدم به این دلیل که به این طریق که از هر وسیله‌ای میشه سوء استفاده کرد، هیچ وسیله ای نیست که ازش نشه سوء استفاده کرد و دین هم خب وسیله ای هست که آمده. منتها از اونجایی که دین با احساسات انسان ها برخورد داره
و تعاملش با احساسات انسان هست، ممکنه اثرات مخربش خیلی زیاد بشه اگر سوء تفهیم بشه یا سوء تفاهم باشه براش. اگر بپذیریم که دین برای اخلاق آمده و باید حکومت رو به جامعه مدنی واگذار بکنه، اون وقت خواهیم دید که دین جای خودش رو میگیره که اخلاق هست و حکومت‌های مدنی و علوم و غیره جای دیگه رو میگیرن. شما اشاره فرمودید که این دو قسمت از وجود انسانی است. در آیین بهائی این دو به عنوان دو بال یک کبوتر فرض شدند که دین، احساسات، روحانیات و غیره به خودی خود اگر فقط به کار ببرن، به کار رفته بشن بدون کاربرد خرد، نتیجهش خرافات خواهد بود، همون چیزی که در دنیا امروزه میبینیم. و نتیجه اینه اگر دین اون هست، بیدینی البته بهتره طبق بیانات حضرت بهاءالله. و اگر انسان فقط و فقط کاربرد خرد رو بخواد به کار ببره، چون خود خرد به تنهایی عامل خوب و بد نیست، خرد برای تشخیص خوب و بد هست و یک معیاری لازمی که اون معیار رو من اخلاق میدونم. بنابراین فقط و فقط کاربرد خرد ممکنه انسان رو به مادیگرایی بکشه و وجود انسانی خیلی بالاتر از اون هست، به دلیل اینکه ما چند وجهی هستیم، دارای یک روان هستیم گذشته از یک جسمی در این عالمه. بنابراین اگر هر کدوم در حیطه خودشون کار بکنن و هر دو مثل دو بال یک کبوتر همکاری بکنن، این کبوتر وجود انسانی پرواز میکنه. و سوال دیگه‌ای که دوست عزیز آخرین بیننده بودن فرمودند که چرا پیشرفت با پیشرفت علم فاصله بین دین و علم زیاد میشه، لااقل در مورد آیین بهائی من این رو نمیبینم، چون من خودم رو هم یک دانشمند میدونم، هم یک متخصص میدونم. علوم چیزی هست که من هر روز باش کار میکنم و در ضمن باورهای من به عنوان باور بهائی تناقضی با اینها نداره و هر وقتی که داره اون ناشی از نقص فهم من هست که تفکر که بهش میکنم میبینم تناقض از بین میره. متشکرم. ممنونم. یه موقعی بود در دوره رنسانس بیداری 1200 سال پیش، و علی سینا نمیدونم این شخصیت های برجسته و بزرگی که در تاریخ ایران ظهور کرد، اینا سعی میکردن که از طریق علم بتونن یا در واقع تلاش بکنن علم رو به دین و دین رو به علم نزدیک بکنن. اغلب آدمای متدینی بودن، اغلب آدمایی بودن. اما امروز وقتی که همینجوری که شنونده ارجمند ما گفتن نگاه میکنیم به فاصله دین و علم، ببینیم فاصله نجومی شده دیگه، فرسنگ در فرسنگ نیست، فاصله نجومی است. در 1200 سال پیش فاصله خیلی اندک بود. خیلی تلاش کردن دانشمندان و بزرگان ما که متاسفانه با مقاومت بیشتر روحانیون افراطی روبرو شدن و بین اونها به مفارقت پیش آمد، جدایی. آقای دکتر، تاریخ جهان در قرن 18، 19 و 20 را اگه بررسی بکنیم، میبینیم که در یه مرحله دنیا فکر کرد که اگر مذهب را کاملا کنار بذاره مشکلاتش حل میشه و همه چی درست میشه و بیشتری مشتری های بیشتری مشتری های این تفکر در اروپا بودن و تا یه حد جامعه بشری رو این تفکر جلو برد. ولی ادامه این تفکر باعث شد که قدرتی را که بشر میخواست به دست بیاره در ایدئولوژی های تازه پیاده شد که اونا باعث بدبختی و بین رفتن بشر شدن. اونچه که در دنیا اتفاق افتاده، ما اول خدا را کنار گذاشتیم، خدا را خدا مرد، بعدن انسان مرد. در قرن بیستم انسان مرد، یعنی انسان، شخصیت انسانی در قرن بیستم بسیار لکه داره و بسیار ضعیفه و بسیار ماهیتش واقعا عقب رفته، جلو نرفته. اون چی که وجود داره اینه که اینا دو تا چیز کاملا سوان، دو تا منتالیتی و فکر کاملا سواست. یکی درباره چطور صحبت میکنه، یکی درباره چرا صحبت میکنه. اینا با هم کاری ندارن و متاسفانه اونایی که درباره چرا صحبت میکنن دلشون میخواد که همه چی تحت کنترل خودشون بگیرن و همه علم رو نفی بکنن، اینا مردود هستن. اینه که مذهبیونی که علم رو
کنار میذارن آدمای مردودی هستن. من بارها تکرار کردم، من به هیچ وجه به یک پیشوا و ربای یهودی که علم رو ندانه بل خبر نداشته باشه احترام زیادی براش قائل نیستم و فکر کنم این عقب افتاده است و متحجره عصا و اجده ها و به یه دوره گذشته تعلق داره و نمیتونه کاری انجام بده. عصا و اجده ها، بله، و این طرفش کاملا فرق میکنه. در مورد اجده ها و عصا هم یه دی هستن همین امروز که این رو کاملا به عنوان یه اتفاقی اتفاق قبول دارن. متوجه هستی؟ آدمی هست که ولی این حالت اساطیری داره در داستان یهودی. اون چی که در اون همین اون داستان مهمه اینه که یک آدمی پیدا شده در یه جایی در دنیا که ملتی رو تونسته نجات بده، از یه جا بیاره بیرون و یه مسیری رو بهشون راهی رو نشون بده و قانونی رو بهشون بده و زندگی اتحادی براشون درست بکنه. اینش برای من اهمیت داره. مسائل دیگه‌اش واقعا چیزی که به صورت ایرادگیری میشه ایرادا رو گرفت، ولی از نقطه نظر تفکر دنباله اون تفکر و تفحص به جای رسیده که امروز متفکرین یهودی کسانش خیلی زیاد از در دنیا هستن با علم نه مخالفتی دارن، نه مشاجره‌ای دارن، نه گرفتاری دارن، و در این حال کسانی هستن که هم مذهبی هستن و هم آدمای دانشمندی هستن و هر دو تا رو با هم تونستن اداره بکنن در زندگی اخلاقیشون از مذهب و در زندگی خیابونی و بیرونشون از علم استفاده کردن و پیشرفت کردن. من فکر کنم که گرفتاری که ما در ایران داریم و شرقی ها خیلی زیاد دارن، ما الفبای فکر کردنمون گرفتاری داره و تا این الفبا رو درست نکنیم و دنبال ایرادگیری های این شکلی باشیم به جایی راهی به جایی نمیبره. تشکر. آجانگ، من بازم به عنوان یه شخصی که اصلا دیدگاه مذهبی ندارم، همیشه گفتم دوستان میدونن گرایش مذهبی به هیچ وجه ندارم، ولی ایدئولوژی اصیل ایرانیان که از زرتشت بزرگ به ما رسیده رو بسیار بهش پایبندم و احترام میذارم، چرا که واقعا باور دارم که ایدئولوژی درستی هست. تأثیری که دین ها در جامعه های بشری داره، بزرگترین تأثیرشون شکل گرفتن شخصیت جامعه است. ایدئولوژی جامعه رو تشکیل میدن و فرهنگ جامعه رو کمک میکنن که ساخته بشه. و به عقیده من وقتی یک شخصی با یک شخصیت راسخ و درستی داره، راه موفقیتش بسیار بازتره تا یه شخصی که دچار اختلالات شخصیتی هست. دوستان روانپزشک میدونن که شخصیت‌های دو قطبی، شخصیت‌های حتی دو شخصیتی میتونن اختلال برای موفقیت و خوشبختی و خوشحالی یک شخص به وجود بیارن، همینطور برای یک جامعه. و متاسفانه جامعه ایرانیان، ما ایرانیان با یک شخصیت دوگانه‌ای روبرو شدیم که این باعث واقعا بیشتر مشکلات ما شده. این شخصیت دوگانه و این فرهنگ های دوگانه باعث شده که بسیاری از این مشکلات 1400 ساله رو ما به خودمون بیاریم. اگر نگاه کنین کشورهای دیگه که بهشون تجاوز شد به وسیله اسلام و مسلمان شدن، چون اون بنمایه قوی فرهنگی رو نداشتن ادغام شدن در دنیای اسلام و حل شدن و دیگه شدن یک کشور حتی عرب، با وجود عرب نیستن ولی عرب زبان و مسلمان. ما ایرانیان فارسی زبانان تونستیم به خاطر این فرهنگ قویی که داشتیم، بنمایه قویی که داشتیم، خودمون یه مقداری جدا نگه داریم، ولی این باعث یک دوگانگی فرهنگی شده برای ما و میبینیم که واقعا این دوگانگی چگونه داره جامعه رو از هم در این 1400 ساله متلاشی میکنه. ببینید، بر اساس یادداده‌های این بزرگمرد ایرانی که یک اولین فیلسوف جهان نامیده شده، باید شخصیت اجتماعی ما بر اساس یه چیزایی ساخته شده بود و این چیزا من میخوام مقایسه کنم با چیزایی که الان داریم. ببینید، دوگانگی رو میخوام ببینید. دوستان از خودشون این سوالو بکنم، ببینید به کدوم گروه تعلق دارن. مزدای اسنایان باور دارن که خردگرایی و فردانگری و پیشرفت باید شد در هر زمینه‌ای. خود زرتشت به حرفای من گوش بدین، با خردتون بسنجین، اگر منطقی بود قبول بکنید، ولی در عوض خرافه گرایی و ایمانی که دین اسلام داره به ما ترویج میکنه که باور کنید این حرف خداست و باید قبول بکنید و خرافات رو قبول بکنید. انسان دوستی که در مزدای اسنایی هست، انسان ها رو به عنوان انسان نگاه میکنید، نه به عنوان که این به گروه یهودی تعلق داره، به گروه مسیحی تعلق داره.
انسان نیک رو انسان نیک میدونه از هر گروهی که میخواد باشه باشه و یه مقدار تو بیشتر تو میشه تا سیستانیه، ولی در اسلام خودپرستی و خود دوستی رو میبینیم که میگه ما بهترینیم، ما حرف واقعی رو میزنیم، دیگران نجستن، دیگران غلط میگن، دیگران رو باید میتونیم بکشیم، میتونیم غارت بکنیم. عدالت و دادگری که در این دیدگاه زرتشتی وجود داره که میدونیم در فرهنگ ایرانی میبینیم میازار موری که دانکش است، ولی در عوض میبینیم که ظلم و ستمی که این فرهنگی که به ما یاد میده میازار موری که دانکش است به ما اجازه میده بشینیم ببینیم همسایه‌مون که بهایی هست، همسایه‌مون که یهودی هست رو دارن میگیرن، بهشون ظلم میکنن، مغازه‌هاشون رو میبندن، از پیشرفت تحصیلیشون جلوگیری میکنن، از ازدواج، از تجارت جلوگیری میکنن و ساکت بشینیم. و این دوگانگی ها واقعا مشکل برای یک تشکر. من میخوام اگه اجازه بدین چند دقیقه اجازه بدین. چند دقیقه؟ خوش... دو دقیقه. خوشی و شادی که در دین در این ایدئولوژی اصیل ایرانیان هست، ترویج خوشی و شادی برای مردم، میگه دین این باوریه که میگه خانتون رو، شهرتون رو، کشورتون رو با خوشی و شادی پیش ببرید. ولی در دین اسلام ببینید که عزاداری و غم و غصه است که به مردم ایران دارن میفروشن. میهن‌پرستی ما ایرانیان ببین چگونه با زمان هخامنشیان، اشکانیان، ساسانیان با چگونه از این مرز و بوم محافظت کردیم، ولی الان نگاه کنید چجوری شده که ما دشمنانی که به ایران حمله کردن شدن قهرمانان ملی ما، چگونه داریم میپرستیمشون و عزاداری براشون میکنیم. از بازداشت عبور میکنیم برمیگردیم. آقای میبودی، من به دو تا از سوالایی که بینندگان کردن خیلی خلاصه جواب میدم. من فکر نمیکنم مذهبیون مخالف علم باشن. نمونش آدمی مثل نیوتونه که کشفیاتش بزرگش دنیا هنوز مدیونشه، ولی آدمی بود که کتاب مقدس رو تجدید چاپش کرد. مذهبی و مخالف علم نیستن. اصولا علم با دین هیچ ربطی با هم ندارن و نمیشه یکی به دیگری تبدیلش کرد، برای اینکه دین یه مسئله متافیزیکه، مسئله‌ای که با سابکانشس مایند شما، با ضمیر ناخودآگاه شما کار داره، و علم یه مطلب مادیه و این دوتا رو نمیشه به هم تبدیلش کرد. خب ولی وقتی مذهب میگه که کره زمین مرکز کائناته، یا وقتی میگه این کره چهار گوشه، مذهب میگه مذهب، بعد علم این رو رد میکنه، بعد صاحب علم رو میگیرن میکشن، اون چی؟ زیر گیوتین؟ یاد آقای دکتر آقاسی بخیر که همه چیزو میگوزم واقعیت همینه دیگه. نه خیلی مذهب نبود، اون دوبل مذهبیونی داریم، دوبل اروپایی بودن که گالیله رو محکومش کردن، ولی بعد از محکومیت که هنوز ایمان دارم که بیچرخی. اتفاقا مذهب علم و دنیا رو کروی میدونه. تشویق هم کرده نی؟ تشویق نکرده، تشویق نکرده. کم هم نکشته دانشمند. بله مذهب میگم کم دانشمند نکشته. شما هیچ دانشمند سراغ داری یه مذهبی رو کشته باشه، ولی شمار دانشمندانی که مذهب اونا رو کشته دول اروپا زیاد. دول اروپایی بودن و بعد دولت ایران بود. خب به نام اسلام میکشتن، به نام مسیحیت میکشتن، به نام اسلام میکشتن، فرقی نمیکنه. به نام هر چی هر کاری میتونن بکنن. اصل کتاب مسیحیته. شما اون تو باید نگاه بکنید ببینید کجا دستور قتل داده، کجا دستور اینو داده که کسی که به من ایمان نداشته باشه بکشینش. اتفاقا مسیح کسی بود که میگفت من برای اونا اومدم نه برای شما، فقط مریض ها احتیاج به طبیب دارن. توی ازتون پرسیدم که توی انتخاب افراد مذهب اونا هم اهمیت داره، گفتید بعد اون عقیده شخصی منه. اون عقیده شخصی منه، برای اینکه ببینید مذهب چیزی که به نظر من لازمه برای اجتماع. از وقتی که در امریکا خدا را از مدارس بیرون کردن، این اتفاقایی که میبینید افتاده. میدونید در مدارس امریکایی همیشه دعا میکردن صبح قبل از اینکه برن سر کلاس ها بشینن، ولی یه خانمی که اسمش یادم نیست ایشون شروع کرد و بعد این دعا کردن در مدارس ترک شد. به قول خود امریکایی‌ها میگن خدا رو از مدارس بیرون کردن. از وقتی که بیرون کردن بچه‌ها هفته‌ای میبرن
شن نفره میکشن، جنایت های زیادی اتفاق میفته. تشکر. ولی اون دلیل مسیحیت نیست. تشکر. آقای مهندس پوست تصدیق بفرمایید. البته تشکر میکنم از سوالات بسیار خوب دوستا، اینا سوالات زیاد بوده. دوست اول سوال کردن در مورد شق القمر. البته شق القمر یک آیه است در قرآن کریم که اقتربت الساعت و انشق القمر، یعنی قیامت نزدیک شد. ترجمه لغویش قیامت نزدیک شد و قمر شق شد، که ایره من ایس معجزه پیامبر می دانن. یک چیز اصلا هوایی است، قرآن ندارد درش چیزی در این مورد. قرآن کریم که حکایه می کنه از شق القمر به این معناست که قیامت نزدیک میشه، یا روز رستاخیز یا روز بازخواست نزدیک میشه و قدرت مشرکین مکه از هم می پاشه. من صحبت از اونجا است، صحبت از این است پیامبر خدا هیچ معجزه‌ای به این عنوان به این چیزا نداشته. یعنی یک بحث دیگه است که باید زیاد صحبت بکنیم روش، که معجزه‌ای که مسلمان ها می دانن که شق القمر معجزه پیامبر بوده، قطعا قرآنی نیست که او را میگن که قمر شق شد و بخنشان در آمد، از یک آستینشان بر آمد، نیمیش از آستین دیگه. اصلا چیزهاییست که افسانوی بیش نیست اینا. و نکته دیگه که دوست دیگه سوال کردن در مورد برداشت های مختلف، بله برداشت ها مختلف هست که ای کاش نمی بود. من مشکل اساسی را در این میبینم که مسلمان از کتاب خدا به دور هست، همونطور که جناب دکتر ارشادی لطف کردن فرمودن که به کتاب خدا باید رجوع بکنن. به کتاب خدا وقت رجوع بکنن مطالب حل میشه، اما با وصف از این که کار مشکلی است که تفاوت نظرها را آدم برچینه. اما قرآن کریم یک آیه است که البته بارها یاد شده در این موارد، منتها یک آیه شما خدمت شما یاد بکنم که میگه که ان الله لمع المحسنین، یعنی بدون شک خداوند همراه انسان های نیک است. هر برداشتی که یک مؤمن داره باید انسان خوب باشه. اگر انسان خوب نیست، برداشتش ناقص است، برداشتش ناجور است و ناسالم است. چرا؟ بدون شک ما به یقیده هستیم که خداوند ذات است که خوب است، هیچ کمبود نداره، هیچ ولله الاسماء الحسنى، تمام صفات خوب از آن خداوند است و هیچ چیز بد را ما به خدا نسبت داده نمیتونیم. پس انسانی که برداشت هر برداشت داره ولی انسان خوب باید باشه. اگر انسان خوب نیست، برداشتش نادرست است، خودش مؤمن درست نیست. و یک نکته دیگه هم که مسئله فاصله علم و دین اینا را دوستای مطرح کردن که بله این مشکل در کجا هست، برای از این که ما از دین خود آگاه نیستیم. اگر ما اشکالات در بین مسلمان ها داریم و میبینیم که با دین تضاد داره، مسلمان باید به سوی علم اصلا بیشتر، شاید اگر به سوی دین خود باره شاید مشکلات حل شود. دین خود را نمیفهمن بس اوقات مشکلات از این ناحیه است. ما فقط میخواد فقط یک اشاره دیگه هم در مورد جناب محترم انوشیروانی اینا بکنم که یاد کردن، ببخشید شاهنگیان، جناب شاهنگیان که یاد کردن مسئله خوب و بد اینا را، که فقط مسلمان خوب است و دیگر ها خوب نیست. نه، خب این هم همون مفکوره مسلمان ها هست، یک تعداد زیاد مسلمان ها. البته فراموش نکنیم که ما میلیون ها مسلمان خوب، خوش قلب و فهمیده داریم، اما اکثریت مسلمان ها متاسفانه به می عقیده است که ما مسلمان هستیم، دیگر ها همه کافر است، در حالی که قرآن کریم به می صراحت یاد میکنه مسلمان، مسیحی، یهودی و صابی ها یا گروه دیگه را یاد میکنه و بلا فاصله میفرماید که هر کسی که به خدا ایمان داره، به روز آخرت ایمان داره و انسان خوب هست، خوف و ترس نداشته باشه و اجرش پیش خداوند محفوظ است. تشکر میکنم، ممنونم. همین یکی از مباحث عمده در همین ایالات متحده آمریکا مسئله اعدام، مجازات اعدام. جالب اینه که آخرین نظرسنجی گالوب میگه حتی دموکرات ها 47% با ادامه مجازات اعدام موافقن. در کشورهای اسلامی ببینید، در ایران ما هم که مجازات و وسیله احراز عدالت نیست، وسیله حفظ نظامه. در این هیچ کس نباید تردید بکنه. در واقع حکومت عمل به مثل میکنه، عمل به مثل میکنه در مورد کسانی که دست به قتل نفس میزنن. یعنی خود حکومت هم اولا تبدیل میشه به عامل قتل و میشه حالت قتاله. همیشه همین بوده.
حرفای این روحانی در میان جمعی از جوانان تو اون مملکت شنیدنی است. گوش کنید، هفته آیندهتون بشه راجع به اعدام و ادیان به گفتگوی خواهیم داشت، شما میتونید در شرکت بفرمایید. پیغمبر چقدر ابو سفیان رو دوست داشت، چقدر دوست داشت ابو سفیان رو نجات بده. چون این حال رو درک نکردیم، بعد یه خدایی هم درست کردیم وحشتناک. اگه این حال رو درک بکنیم که خدای وحشتناک درست نمی کنیم. اگه پیغمبر و محبتش رو بفهمیم، میفهمیم خب این پیغمبر کی فرستاده؟ خدا فرستاده. این انقدر مهربونه، ببین خداش چیه. این نمیخواد زمین خوردن ابو سفیان رو ببینه. شما میگید خدا منتظر ابو سفیان بمیره اونجا آویزونش کنه؟ آخه چه حرفیه؟ پیغمبر از مردن کدوم کافر خوشحال شد؟ مسلمونی که میری پا دار کسی کف میزنی؟ پیغمبر تو از کشته شدن کدوم کافری خوشحال شد؟ دعوا شده، خون به مغزش نرسیده، نفهمیده، یه چاقو زده شکم یکی، آقا مرد، ولی دمم نبخشیدن، 7-8 سالم نگه داشتن نبخشیدن، میخوام ببرنش بالا دار. برای چی میری پا دارش تو کف میزنی؟ باید هم گریه کنی بر اونی که مرده، هم بر اینی که کشته. خنده نداره، سوت و کف نداره، اصلا تماشا نداره یه همچی چیزی. چی رو میری تماشا میکنی؟ پیغمبر شما از کشته شدن ابو لهب ها خوشحال نشد، لبخند رو لبش نیومد، چون نمیخواست کسی اینجوری بمیره. خب یه فرهنگ دیگه داره تو ماها رخ میده. الان ما اینجا اعدامش میکنیم، اونجا ملائکه وایستادن تا بیاد و بگه آویزونش کن، بگیریدش فلان ولی جدا. نه آقای، خبرها نیست. اولا خدا یه نفر رو دوبار مجازات نمیکنه. یک، اگه تو دنیا مجازات شد اومد دیگه مجازات خبری نیست، خداست، فکر کردی با کی طرف. دوم، کدوم پیامبری از زمین خوردن مردم خوشحال شده که من و تو مسلمون دومیش باشی؟ بابا جوون نوجوون کلش داغی غلطی کرده، بی خیال شد دیگه. ببخش، بذار یاد بگیره انسانیتو. آقایون، کسی با چوب ادب نمیشه، کسی با کتک خوردن ادب نمیشه، کسی با آویزون شدن ادب نمیشه. انسانها با بخشش ادب میشن، با گذشت ادب میشن. انسانها با بخشش ادب میشن. خب یه دقیقه وقت داریم. جناب میبودی، در هفته‌ای که گذشت دو تا برادر به منزل جناب فرهنگ امیری رفتن و با چاقو در مقابل چشمان خانواده در یزد کشتن. عکسشو داریم، امیر سلیمانی فرستاده. این همین واقعه در این همین واقعه در بندر عباس اتفاق افتاد و آقای رضوانی رو رفتن کشتنشون. حالا وقتی که اینها رو خود مردم گرفتنشون بردنشون به شهربانی، اینها در محاکمه گفتند که، و این رو نظری هست که خودشون برداشتن نوشتن، گفتن که بله، علت این که ما ایشونو کشتیم این هست که ایشون نجس هستند و کافر هستند. حالا وقتی به ریشه این فکر برگردین، میبینی که خود آقای آیت الله خامنه ای برداشتن فتوا به نجس بودن بهائیان دادند. حالا یک حکومتی که زیر دست این هاست، آیا میتونه کسی رو که به فتوای خود رئیس این مملکت نجس اعلام شدند و مقلدین نادانشون که همیشه هم هستند و فراوانند چنین خطایی رو میکنن محاکمه بکنه؟ کسی که باید واقعا محاکمه بشه در محضر دادگاه انسانی کسانی هستن که چنین فتواهای غیر بشری رو میدن. خیلی متشکرم دوستان عزیز، سپاسگزارم. هفته آینده اعدام یادتون باشه، اعدام بعد یاد